همکارم بابک اسحاقی از تل آویو همراه ماست. بابک، جزئیات این خبر رو از تو بشنویم. آنچه که بسیار مهم هست تغییر روش و راه ایالات متحده هستش. اسرائیل و آمریکا با دستیابی جمهوری اسلامی در هر صورت به سلاح هسته‌ای مخالف هستند، ولی دو کشور تا پیش از آغاز اعتراضات سراسری در ایران در مورد چگونگی جلوگیری از این امر با هم اختلاف نظر داشتن، در حالی که اسرائیل مخالف برجام و برداشتن تحریم ها بود، ایالات متحده به دنبال دستیابی به این توافق و تا کاهش ذخایر اورانیوم ایران و طولانی تر کردن زمان گریز هسته‌ای ایران بود. اما با شدت گرفتن اعتراضات مردمی در ایران، آمریکا گفته که احیای برجام دیگر در دستور کار واشنگتن در حال حاضر نیستش و بیشتر تمرکز خود را روی حمایت از معترضان معطوف کرده. و در همین رابطه سفر آویو کوخاوی، رئیس ستاد ارتش اسرائیل به ایالات متحده، هم در همین حال بود. سخنگوی ارتش اسرائیل دیروز اعلام کرد که آویو کوخاوی، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، سفر خودش را به آمریکا پایان داده. در این سفر او با تمامی مقامات امنیتی عالی رتبه در ایالات متحده دیدار کرد. حتی آویو کوخاوی از یک زیردریایی هسته‌ای ایالات متحده هم دیدار کرد. سخنگوی ارتش گفته که ارزیابی مشترک وضعیت بین ستادهای ایالات متحده و اسرائیل باعث تعمیق بررسی چالش‌ها در منطقه و به ویژه تهدیدات جمهوری اسلامی ایران شده و با یک نقشه راه برای ادامه فعالیت مشترک و تشکیل تیم‌های اختصاصی برای مقابله با چالش جمهوری اسلامی دو ستاد موافقت کردند. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در پایان بازدید خودش از ایالات متحده گفت که به منظور بهبود مقابله با تهدیدات منطقه‌ای در دوره آتی، فعالیت‌های مشترکی را با فرماندهی مرکزی خاورمیانه ایالات متحده سنتکام به میزان قابل توجهی افزایش و گسترش خواهد داد. او گفتش که ایران از یک سو تحت فشارهای اقتصادی زیادی قرار داره، همچنین فشارهای داخلی پس از اعتراضات و تظاهرات سراسری در ایران این امکان را به اسرائیل داده که فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی ایران وارد بکنه. آقای کوخاوی همچنین افسود که تمامی طرح‌های عملیاتی علیه تهدیدات ایران را اسرائیل دنبال می‌کنه. او گفته ما در نقطه حساسی از زمان امروز قرار داریم که لازمه اون سرعت بخشیدن به طرح‌های عملیاتی و همکاری علیه ایران و نیروهای نیابتی او در منطقه هستش.